دروست است که مراسم سیر گل لاله ریشه پیوندی های تاریخی دارد و تجلیل آن پرای از تنتنه‌های نوروز باستان است، اما تا با این سونه که امسال برگزار گردید استقبال آن را یگان دور و مرحله تاریخی یاد ندارد. پس از فراموشی قرن‌ها این مال تاریخ با هدایت و دستور پیشوای معظم ملت نه تنها احیا گردید، بلکه قبا و سیمای زیباتر و کاملا نو را به خود کسب کرد. مثلا امسال در شهر دوشنبه راهرو گوگشت خیابان کوچه و پس کوچه ها مس به خاطر برگزاری سیر گل لاله با بیشتر از 1.5 میلیون نوهای گوناگون گونه لاله رنگو رو یافته بود که این حشمت صفحه کاملا نو رو در تاریخ برگزاری این مراسم باز نمود. مردم ما از اول زیبا پرستی را بسیار دوست می‌دارند، بنابراین زیبا پرستیش مردم ما برای تماشای موضع‌های گوناگونی نه فقط لاله، فقط گل‌های گوناگون با سیرگشت صحرا می‌روند. بنابراین پرزیدنت ما همین حس کرده همین زیبایی را در خود شهر با وجود آورده است که از زیبایی همون گلها، همون کمپوزیسیون، همون لندشافت‌های طبیعی در شهر اونها را واسه استفاده برد. من فکر میکنم که آنها بسیار سیاحانی که به مملکت ما آمدن دیدن که لاله در وطن خودش کدام شکل شهامت دارد. همین خیلی شکل قطعی چونین اید گذاروندن شدگی نبود. یگان وقت. لاله خود رمزی زیبایی است و تجلیل مراسم سیر گل لاله هم با پاکیزگی و سبزکاری و آبادانی و خرمی بستگی دارد. همین رسالت را جشن مذکور در عمق تاریخ هم بر دوش داشت و امسال نیز پیاده سازی این هدف را در دوشنبه از سر گرفت. تجلیل نخستین جشن سیر گل لاله در دوران استقلال در مرکز تاجیکستان دوشنبه را کلا دیگر کرد و با سیرگاه لاله زوری نوتکرار مبدل نمود. طبیعت شناسان میگویند که در جهان 140 نوع گل لاله موجود است و 65 نمودی آن در آسیو میروید. از همین حساب 40% نوع گل لاله تنها خاصی کشوری ما تاجیکستان افتاب رویا بوده، امسال همگی این نوها شهر دوشنبه و دیگر منطقه های مملکت را زیبا آرا داد. گل لاله را در دنیا قریب که شهرت جهانی پیدا کرد از گلندیا و اکثریت گل های مادری که در گلندیا هست این گل های یوبایی از تاجیکستان و از آسیا می نبردگی، اکثریتش از تاجیکستان بردگی است که گل های لاله تاجیکستانی قامت بلندند تا 1 متر پایه آنها بلند میشند. بنابراین گل‌های تاجیکستان شهرت دنیایی پیدا کرده است. اناکنون چند سال شد که بعد استقلالیت پرزیدنت محترم ما همین گل لاله را به وطن اصلی خودش آورد. امروز تمام شهر و تمام دهات و مخصوصا در شهر دوشنبه و شهرهای کلان تاجیکستان گل لاله را در همه جا پرورش میکنند و سیر گل لاله را میکنند. طبق معلومات سرچشمه‌های تاریخی سیر گل لاله در گذشته با نام جشن گل سرخ در سرزمین سرخ بوستانی، بختری قدیمه و دیگر منطقه‌ها بسیار رواج یافته بود و به شهامت تجلیل می‌گردید. تاریخ شناسان این آیین را یکی از رکن‌های اساسی جشن نوروز می‌حسابند و احیای این سنت از جانب پرزیدنت مملکت محترم امام‌علی رحمان به شبهه نمونه ارج‌گذاری به ارزش‌های تاریخی و فرهنگی خلق تاجیک به حساب می‌رود. از جانب دیگر کارشناسان راه‌اندازی سیر گل لاله را در آینده همچون منبع جلب بیشتر سیاحان به تاجیکستان و رشد سوای توریسم و معرفی اوینی توجیکونا به هاگوزاری می نمایند.